بین الملل در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرده نسبت به انجام تست بکارت و بارداری از آتنا فرقداری ابراز نگرانی شدید کرده. به ماده 27 قانون اساسی تجمع تعریف کردیگا. قانون اساسی ما قشنگ نوسیگا. فقط کافیه عملی پیفتی. مسئله اصلی ما برداشتن این سقف امنیتی از سر معلمین است. آزادی معلمان. معلم زندانی اینا چیکار کردن؟ خدا رو شکر میکنم که امروز رضایت ولی دم برای پرونده سحر گرفته شد. تجمع فرهنگیان مشهد به مناسبت روز جهانی معلم. روز جهانی معلم که در تمام دنیا جشن میگیرن، متاسفانه معلمان ایران و باز به خصوص معلمان مشهدی تجمع کردن ولی عملا عزا گرفتن. بابام بیرون بوده، مثل این که توی کوچه بوده، گرفتنش، بعد کلیدش رو برداشتن، اومدن در رو بدون اجازه در خونه رو وا کردن. به ماده 27 قانون اساسی تجمع تعریف کردیگا. قانون اساسی ما قشنگ نوسیگا. فقط کافیه عملی پیفتی. امروز ما فرهنگیان استان کردستان همراه و هماهنگ با معلمان سراسر کشور طبق اصل 27 قانون اساسی گرد هم آمده ایم تا به بیتوجهی دولت و مجلس به خواسته های خود و برخورد قهری قوه قضاییه با فعالان سفی با ثبوت خود اعتراض کنیم. دولت فعلی که با شعارهای نظیر تنش‌گداهی در روابط خارجی، مهار تورم، توجه به بخش آموزشی و بهداشت، میدان دادن به تشکل‌های مدنی، حذف نگاه امنیتی به اعتراضات و انتقادات و غیره به روی کار آمد، در حوزه‌هایی که مربوط به جامعه فرهنگیان بود، عملاً تغییری را رقم نزد. افزایش ناچیز بودجه آموزش و پرورش، برقرار ماندن نگاه امنیتی به اعتراضات صنفی، ادامه روند محدود کردن فعالیت تشکل‌های صنفی و فشار بر فعالان صنفی توسط نهادهای امنیتی وابسته به دولت و تعامل معامله‌گونه تیم مدیریتی وزارت مطلوب با نمایندگان مجلس، چهره این مطلوب از دولت در بین فرهنگیان ترسیم نکرده است. مسئله اصلی ما برداشتن این سقف امنیتی از سر معلمین است. آزادی معلمان. معلم زندانی اینا چیکار کردن؟ آقای نیک‌نژاد با آقای فرودی که آزاد شدن اینا فقط نویسنده بودن. اینا در مورد مسائل آموزش مدنی می‌نویشتن فقط. تو آیا این تصویری داره؟ اونم تو روزنامه‌هایی که همینجا چاپ میشه چه داخلشون چاپ می‌کردن. و آقای نهشتی چه خلافی انجام داده که باید بازداشت بشه؟ با اینکه روز هفتم خبر دادن آقا شما آزادین، وثیقه بذارید. چون وثیقه گذاشتن آقای نهشتی. وثیقه الان تو دادستانی هستش. یک، حق تحصیل رایگان طبق اصل 30 قانون اساسی و آزادی هر چه سریع‌تر فعالان صحفی آقایان بداخی، عبدی، باغانی، هاشمی و بهشتی و توقف اجرای احکام صادر شده علیه ایشان. توجه ویژه به بودجه آموزش و پرورش با روی کرده بهبود سطح معیشت فرهنگیان در لایحه بودجه سال 95. چهار، رفع تبعیض‌های ناروا در حقوق و مزایای فرهنگیان، فرهنگیان شاغل و بازنشسته با سایر کارکنان دولت.
اهم دلایلی که سبب شده تا مراسم گرامی داشت روز جهانی معلم به صورت تجمع اعتراضی برگزار شود به شهر دیر است. یک، به فراموشی سپردن بازنشستگان و بیتوجهی محض به این قشر رنج کشیده به گونه ای که نازل بودن حقوق آنها و اختلاف فاحش آن حتی نسبت به همکاران شاغلشان در آموزش و پرورش سبب شده است در سخت‌ترین شرایط معیشتی ممکن به سر برند. دو، ناکارآمدی آموزش و پرورش در انجام رسالت آموزشی و تربیتی خود به دلیل نگرش ناصحیح تصمیم سازان کلان کشور نسبت به این نهاد بنیادی به گونه ای که فرایند تعلیم و تربیت در نازل‌ترین سطح ممکن قرار گرفته است. سه، ادامه روند تبعیض‌آمیز گذشته در تعیین و تأمین حقوق و مزایای معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش نسبت به سایر حقوق بگیران دولت به نحوی که سبب ایجاد فاصله طبقاتی کاملا ملموس در میان کارمندان دولت شده است و این امر سبب گردیده تا این قشر عظیم عموما زیر خط فقر قرار گیرند. چهار، اقدام فراقانونی وزارت آموزش و پرورش در جهت خصوصی کردن تعلیم و تربیت برخلاف اصل 30 قانون اساسی. پنج، ادامه و تشدید روند احضار، تهدید، بازداشت و زندانی نمودن معلمان شریف و متعهدی که دلسوزانه در جهت رشد و تعالی همه جانبه کشورشان از سر صدق و اخلاص و تعهد قدم برداشتند. تجمع فرهنگیان مشهد به مناسبت روز جهانی معلم، روز جهانی معلم که در تمام دنیا جشن میگیرن، متاسفانه معلمان ایران و باز به خصوص معلمان مشهدی برای اولین بار چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب روز جهانی معلم به خوبی با تجمع معلمان و اعتراض به شرایط زندانی کردن همکاران و وضعیت آموزش پرورش و معیشتشون تجمع کردن. خیلی ها رو خواسته بودن قبلا که شما حق ندارید در تجمع شرکت کنید، ولی در تهران قبل از تجمع مثل این که تعداد حدودا 14 نفر از همکارای فرهنگی ما رو کانون صنفی معلمان تهران رو گرفته بودن که شما در تجمع نباید شرکت کنید و اگر چنان ما شما رو آزاد میکنیم، ولی اگر شرکت کردید بعد از تجمع دستگیرتون میکنیم. و در مشهد مامورین در بین معلم ها زیاد بودن که گاگایی که معلم ها به خصوص معلم های خانم معلم ها متوجه میشدن که دارن فیلم میگیرن شدیداً به اینا اعتراض میکردن و اونها هم صحنه رو ترک میکردن. بابام بیرون بوده مثل این که توی کوچه بوده گرفتنش، بعد کلیدش رو برداشتن اومدن در رو بدون اجازه در خونه رو وا کردن. مادرم اینجا سرباز بوده، اومدن اینجا، اصلا مادرم اینجا دچار شوک شده بود، حالش بد بود تا 3-4 سال اصلا نمیدونست، اصلا خدای نکرده اینجور موقع آدم خدای نکرده اصلا سکته میکنه. من دیروز خودم 3-4 جا رفتم، پلیس امنیت رفتم، اطلاعات امنیت سپاه رفتم، دادسرا رفتم، هر جا رفتم به من از وضعیت پدرم هیچ خبری ندادن. اینکه دیگه دیروز خودشون ساعت 5 بعد از ظهر زنگ میزنن خونه، جالب بود واسه ما چون بار اوله که خودش بعد از 3-4 روز زنگ میزنه، همیشه بعد از 1 ماه زنگ میزدش. بعد این سری هم حالا چون خیلی بد گرفتنش، میگن که وقتی که اومدن دستگیرش کردن خودشون رو جلو در حیات دستگیر کردن، انداختن توی ماشین، کلید خونه رو گرفتن، بدون اجازه وارد خونه شدن. مادر من حجاب نداشته، حتی مادرم اونقدر ترسیده فکر کرده دزد اومده خونه، فرصدا کرده بوده. اینا گفتن نه ما از امنیت حکم ورود به خونه داشتیم. بیشتر از 7-8 بار گرفتن از بعد از انقلاب، بیشتر از 7-8 باریشون رو گرفتن. آخرین بار عاشورای 88 بود که گرفتنشون، حدود 2.5 ماه توی انفرادی بود، به قدری شکنجه شده بود که وقتی ما ایشون رو دیدیم تا 10 روز قدرت تکلم نداشت.
امروز بعد از مدت گذشته 6 سال و اندی، شادی به خانواده سحر مهابادی بازگشته است. پدر و مادر و برادر سحر خوشحال در خانه هستند و خدا را شکر می کنند که امروز رضایت ولی دم برای پرونده سحر گرفته شد و انشالله با اقدامات حقوقی که انجام خواهد شد به زودی موجبات آزادی سحر از زندان فراهم بشه. سلام دوستان، اینجا پارکیست روبروی مجتمع جنایی تهران. من چند دقیقه است که از شعبه 3 اجرای احکام بیرون اومدم و خبر خوشی براتون دارم که بعد از سالها که پرونده سحر مهابادی منفرد در اجرای احکام بود و خود سحر زیر قصاص و اعدام، با رضایتی که هفته گذشته به اجرای احکام دادیم، قصاص و طناب دار از بالا سر سحر کنار رفت و حالا پرونده سحر برای رسیدگی به شعبه 4 دادگاه کیفری 1 تهران ارسال شده که انشالله امیدواریم به زودی با تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی بتوانیم سحر را پس از سالها از زندان هم نجات بدهیم. از توجه شما دوستان متشکر هستم و مانند همیشه امیدوارم که وجدان‌های بیدار جامعه پیگیر کارهای خیر و خوب باشه. این دلایلی که ایشون اصلا اعتصاب قضا کرده، یکی این که به هر حال اتهامایی که بهشون زدن اتهامات کاذبی بوده، دوما حکمی که بر اساس اون اتهاما براشون صادر کردن، یکی از قوانین جمهوری اسلامی قانون 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوعه. برای همینم خب ما همش اصرار داریم که بگیم ایشون به خاطر اعتقادشه که تو زندانه. محمد جان ازت خواهش میکنم، به خاطر من مادر پیرت اعتصاب قضات بشکن، به خاطر خانمت، به خاطر بچه های عزیزت، به خاطر او سپر عزیز، او خیلی بچه است، به تو احتیاج داره، ازت خواهش داره. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرده نسبت به انجام تست بکارت و بارداری از آتنا فرقداری ابراز نگرانی شدید کرده. از نظر قوانین بین المللی تست بکارت مصداق شکنجه و بدرفتاری محسوب میشه که مغایر اصل 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیه که ایران هم به اجرای اون متعهده. علاوه بر این همچین تستی یکی از اشکال بارز خشونت علیه زنانه که شأن انسانی زنان و حریم خصوصی اونها رو مورد تجاوز قرار میده و واقعا شرم‌آوره برای مقامات قضایی ایران که از تابوهای حول مسئله خشونت جنسی استفاده بکنن تا آتنا فرقدانی رو به آزار و رنج بیشتر متحمل کنن. Thank you.
قسم هیهات من نزد الله، این گدانه ذلت است، بیکار ذلت است، پارچبازی شغال ذلت است. ای مردم بیاییم با این ذلت مبارزه کنیم. ما نمیشناسیم، صدای ما رو نمیشنوند.